کشتی یونانی مشهوری که در سواحل جزیره کیش به گل نشسته و در حال حاضر به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری در این جزیره به شمار می‌رود، به دلیل اینکه امکانات نگهداری از آن در کشور وجود ندارد، تا چند سال آینده به طور کامل حذف خواهد شد. کشتی یونانی در چهارم مرداد ماه سال 1345 در نزدیکی روستای باغو در جزیره کیش، هنگامی که به ساحل نزدیک شد، در سواحل مرجانی این جزیره به گل نشست و پس از آن دیگر نتوانست هرگز ایران را ترک نماید و اکنون تبدیل به نمادی برای این جزیره شده است، به طوری که دیدن تصویر آن هر شخصی را به یاد جزیره کیش می‌اندازد. کشتی یونانی با گذشت زمان و در اثر رطوبت هوا پوسیده است. در دوره کوتاه نیز اجازه تردد به داخل کشتی تحت شرایط خاص داده می شد که همین موضوع روند تخریب کشتی را تسریع کرد. فرسودگی کشتی بسیار زیاد است، به خصوص بخش زیری کشتی که به خاطر برخورد با امواج دریا و شوری آب پوسیده شده و ممکن است به اعماق آب فرو برود. در حال حاضر این کشتی به محل زندگی موجودات دریایی تبدیل شده است و وضعیت ایمنی آن به حدی است که دیگر کسی نمیتواند در آن پا بگذارد. عده‌ای از دوستداران کشتی یونانی تصمیم گرفتند تا قبل از اینکه این غول آهنی به طور کامل فرو بریزد، این ریسک را بپذیرند و از درون آن دیدن نمایند. هر چند سال پایداری کشتی کمتر میشود و بخشی از آن در آب فرو میرود، اتفاقی که برای عقب کشتی افتاد. در حال حاضر بدنه یک کشتی در حال تکه تکه شدن و فرو ریختن در آب است و کسی نمی‌داند تا چند سال دیگر امکان تماشای آن وجود دارد. از آنجا که هزینه نگهداری و مرمت آن به صرفه نیست، این کشتی زیبا احتمالاً در چند سال آینده از جاذبه‌های گردشگری جزیره حذف خواهد شد.